میتوانیم علاقمندان با قرآن حالا چه قاریان قرآن در دیگران استماع داشته باشن، ولی اینو شما باید به مقم بگید. من اخیراً شنیدید که استاد ابوالقاسمی هم اینو گفت، یعنی من این تو ذهنم بود، بعد ایشون گفتش که اللازه ایشون حامد بیشتر از محمود، گفتن که حامد بله علاوت با خوشتر از محموده. خواهش میکنم لازی دارم همشون، لازی دارم همشون، خیلی ممنون. ما تا من اجازه بدید این سوال شما رو طور دیگه این پاسخ بدم. شما هم بدید که جناب آقای محمود شهاد تلاوت های حقیر رو گوش میدید، حالا اینا بازم عرض میکنم، باید ما از شما رو میشنم و امیدوارم حالا هر قانی بشنبه ما هم تلاوت های اجرای خون و قرآن رو میشنبید و لسز میدم. در مورد این نکته هم که جناب عبدالقاسم بیدن این لطف و حسنه نظری شد، ولی آنچه که شاید یک خلعش در کشور عزیز ما حس میشه و تفاوت داره با مصر، این که یک جامعه قرآنی و تناهدیه من بستم این خوب یا من یادم نمیره جناب سال قبول اینن شایشن من توفیق داشتم در یک سالهایی در سفرها کنار ایشون بودم قرآن تلاوت میکردم، ایشون به زرس قاتل میبود وقتی مستمعین ما در مصر ما رو قالی بار آوردن، از ما چیز خوب طلب کردن. یک کمی در کشورهای مثل کشور ما که البته رشد خوبی بوده، پیشرفت خوبی حاصل شده و قرآن خوبی هم داریم، قرآن خوندن خیلی سخته برای جوامع ما، اینکه اول زبان قرآن رو آشنا نیستن. استحال یعنی بارهاش من در جلسه با یک حال خوب حضور پیدا کردم، یعنی وقتی شروع به تلاوت میکنم شاید مستمع اون بده بستون خوب رو با قاری نداشته باشه، که اون مشکل رو در قرآن مصر نمیبینیم. شاید در یک تلاوت یک قاری مصری دو تا اوج بخونه، یا من یک مثالی دیشب در بین یک جمع قرآنی زدم، گفتم که شما مثلا 4 ساعت تلاوت کردیم، مصطفی اسماعیل 2 ساعت خونده، 3 ساعت خونده، این خیلی جالبه. حالا از این بود من عرض کردم که مصطفی اسماعیل 2 ساعتش برابر نیم ساعت قرآن خوندن منه در ایران، به خاطر اینکه هر قطعه میخونه لحظاتی رو تشویق میکنن، ارتباط باش برقرار میکنن، خودش طلب میکنن. ولی اینجا شما با هر پرده‌ای که میخونی شما در از من مستحضرید، تو هر بردهی که قاری میخونه یه تشویق کوتاه چند ثانیهی و مجددن ادامه، یعنی شاید 2 ساعت تلاوت من واقعا 2 ساعت باشه و قرآن مصری خیلی راحت نیم ساعت تلاوت کنن در یک 2 ساعت زمانی که میگذره. از این نظر یک کمی کار ما امیدان اختره. حالا من در خدمت هم این رو بسیار خوب. در واقع حالا من بخوام جمع‌بندی کنم، شما حتی دو تا کار عمده مهم کردید در فاز تلاوت. اولین فرد دیدید که بیشتر از 10 دقیقه خوندید، یعنی قرآن ما 10 دقیقه خوندن، شما 2 ساعت خوندید، یا خوندید چه همون در نوافل و مرتزی و بابا مجید و اینا که ما در اون موقع خدمتتون رسیدیم، این این اولین کار شما بود. به نظر من شما در بهره این ولی تلاوت ایران هست. من تو فیسبوک هم دوستان از مسیح و مقدسی دارم اینا میخواد که حالا با اون اسپلاه خوشم هم بینیم، حتی ما پری حامده شد من صدا شد خیلی ضعیف شد، لطف کنید مجددن بفهمید این نکتر. آقای دکتر صداتون قطع شد، سوالتون رو دوباره از استاد. بعد این نکتر آخر رو اگر مجددن میتونی از مصر داشتیم، یک میلیون از مصر داشتیم دو روز، ما از ایشون که پرسیدیم از قرای عجمی کی رو میشناسید، گفتن حامد رشاد بن مصر. خیلی ممنون. چهره بین‌المللی تلاوت ایران هده. حالا من شخصا فکر میکنم قدر شما رو کمتر دونسته جامعه قرآن یا باید حالا خودتون در عقب آنونس های تلاوت ما مثلا چه میدونم حامد شاکرنژاد خودش یک مؤسسه قرآنی داشته و
سبک خودش رو نظر رنزر تنازی به خودت میشه، یعنی شما آینده طلابت رو پیجاز خوندن در چی میبینید؟ در چه مورد؟ در فضای قرآنی یا بیرون از فضای؟ در فضای قرآنی. من تنها چیزی که فکر میکنم اولین و آرزوم اینه که تا لحظه‌ای که نفس میکشم و در این دنیا آیات قرآن رو تلاوت کنم و فکر کنم مرموز باشم با آیات قرآن، با تفسیر قرآن و با عارف قرآن، در فضای قرآنی جز به این فکر نمیکنم و عقیده دارم که قاضی فقط و فقط باید به این نکته فکر کنه. ببخشید شما از این لحاظ به تلاوت آقای سعدی گوش بدید و بعد ان شاء الله نظر شما بدین. حالا بعد یه دفعه بعدی اساتید و میشنوم. اخی my voice is on. Okay don't worry. It's on. سلام استاد. سلام علیکم استاد. الحمد لله هستم شما تفاید شما خیلی ممنون. خیلی ممنون. چند سالتونه شما جناب؟ 20 سالمه. 20 سال. چند ساله که قرآن؟ حالا تقریبا 2 ساله. 1 سال. بعد 2 سال. Ask him to turn his picture, but doesn't. I didn't put landscape. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Turn off the oil. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وانكر في الكتاب إسماعيل
Oh,
ومن هدينا واجتبينا. الله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وممن حملنا مع نوح وذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا هست یک وقفه یه دقیقه بین ارتباط ما باشه. من اینجا چون رو جایگاه رو فکر میکردم فقط تلاوت چون از اونجایی که صحبتم داریم من یک جای آرامتر و راحتتر بشیدم و نقاط رو خب استاد پس آره دوربینتون رو دوربین رو پس قطع بکنید از سمت خودتون، فقط دوربین رو، ارتباط رو قطع نکنید. باشه ارتباط رو قطع نکنید، فقط دوربین رو قطع کنید از سمت ما. بله Taqi, can you turn off your screen? Just make it landscape, please. Make it landscape. No. The screen is locked. No, it's not right. Okay, that's good. That's good. That's good. All good. The problem was that we were using this. We're using my phone for the Skype. And then Ali was texting while it was the Tilawa. Okay. Couldn't access. Oh no! Next time, make sure just put a landscape. Yeah. No good. Ahsan. Inshallah, man. دوستانی که در اینستاگرام هستند. من انشالله سوالهای شما رو عطمان خدمت استاد میرسونم سوالها رو، منتظر باشید انشالله. من خدمت هستم استاد. ما از شما بشنویم اگه خوزید تا تقیه عزیز که من کلام شما خوب تلاوت کردن و البته در مورد تلاوت ایشون و جوانها و جوانهای از این دست صحبت زیاده، باید بشنویم که ایشون چجوری تمرین میکنه و چطور گوش میده و عرض کنم خدمت شما که اینا نکاتیه که من باید سوال بپرسم از ایشون، ولی آنچه که بالاخره فعلا شنیدیم این رقبی که به نظر من رسید چون قرار نقد کنیم اینه که ایشون فصیح نمیخوند، یعنی مشخص بود که
کلمات و حروف به زبانش کمی سخت میاد. حالا دلیلش میتونه این باشه که شاید زبانش زبان خاصیه. حالا نمیدونم ایشون اصلیتا اهل کجا و چطور هست. چون متولد سیدنی هم عراقی هستن. یعنی زبانشون هم سه زبونه هستن استاد. سه تا زبون دارن. عراقی سه تا زبون دارن. استاد ببخشید من دوستایی که در اینستاگرام دارن شما رو نگاه میکنن تقریبا از 7-8 تا کشوره و اینا دوست اینا از من خواستن که ما رو هم شریک این برنامه بسازید و از استاد سوال داریم. فقط میخوام یه چند سوال ازتون بکنم و مختصرم میتونی جواب جانم زنده باشید. زنده باشید. دوستمون سوال کردن این روزها در مشهد جلسه ای ندارید. آیا جلسه هاتون هست تو مشهد یا نه؟ من لازم به ذکر این نکته ارز کنم. من از سال 82 تهرانم و مشغول فعالیت های قرآنی در پایتخت هستم. و در مورد مشهد هم من جلسه ندارم، فقط بسنده میشه به همین محافلی که معمولا دعوت میشیم و حضور پیدا میکنیم و تلاوت میکنیم. در مورد جلسه من چرا 3-4 سال در مشهد جلسه هم داشتم و در تهران همینطور 4-5 سال جلسه داشتم. الان جلسه ندارم، یعنی وقتم اجازه نمیده اینقدر مشغل زیاد و سفرها و برنامه ها، این امکان حقیقتم برام نیست. ممنونم. یه سوال دیگه هم هست استاد، میگن استاد صاحب سبک هستن؟ از من پرسیدن؟ بله بله از شما. یعنی شما آیا صاحب سبک هستید؟ شما بگید، من نمیدونم هستم نیستم. ما که میگیم هست دوست. حالا من سوالا اینا رو جواب میدم که انشالله خودتونم بهشون بگید دیگه خودتون با من این نکته رو بگم. یه زمانی شاید صحبتی یا مصاحبه داشتم پرسیدن سبکی دارید، من شاید مثلا گفتم که بله سعیم بر یاد سبک روشه که یک عده علاقه مندان به قرآن تقلید کنم ازش. اما این نکته رو میخوام عرض کنم، آیا هدف حامد شاکر نژاد یاد سبکه؟ هدف از قرآن خوندنش ایجاد سبک؟ نه، هدف از قرآن و تلاوت قرآن و انس با قرآن رسیدن به نقض قرآنه، به باطن قرآنه، به معارف قرآن. من هنگامی که در نظر قرآن نشینم فهم میکنم دل و روح خودم رو وضع کنم به آیات قرآن و اون رو از دل بخونم و مطابق با معنا. و بارها به عزیزان قاری عرض کردم قرآن موسیقی خودشو داره، نیاز نیست ما الهان و ملودی ها و نغمات رو تحمیل کنیم بر آیات قرآن و باید موسیقی خود قرآن رو خوند و هدف ما اینه. حالا اینکه در مورد سبک من تلاشمو کردم که سبک و روشی باشه نوین و جدید مطابق با اصول و تأثیر گذار خصوصا در قشر نوجوان
علاقه من به قرآن بشم و قرآن بشنوم من، این بزرگترین هدیه به منه که کسی تلاوت من رو بشنوه و علاقه من به قرآن بشه. ممنونم. دکتر در شهر آسیا خیلی شما طرفدار دارید. من دیدم سه کلیپ های این نوجوان 8 ساله 10 ساله قطعات شما رو میخونن. بگید دلیلش چیه؟ دلیلش رو نمیدونم. من در سفری که به همین کشورهای شرق آسیا داشتم فکر میکنم لازم به ذکر باشه این نکته رو عرض کنم که در این سفر وزیر دین کشور اندونزی همراه ما بود و ایشون گفت که سالهای سال کشور اندونزی تحت تاثیر تلاوت‌های مصطفی اسماعیل بود و اینجا خیلی قرا کشورهای مثل اندونزی و مالزی مأنوس بودن با تلاوت‌های مصطفی اسماعیل، ولی حالا بخوایم و نخواهیم این اتفاق افتاده و 70% قرا ما با تلاوت‌های شما مأنوسن و تقلید میکنن و میخونن. این را این اذعان خود عزیزان در کشور اندونزی بوده و در کشورهای شرق آسیا. البته این نکته رو هم عرض کنم اینجا اگر از کلمه من استفاده میکنم نکته در مورد خودم عرض میکنم حمله بر خودستایی و غرور نباشه، از جهتی که فقط سوال میفرمایید من هم وظیفه دارم پاسخی بدم و یعنی ما یک عضو حقیر جامعه قرآنی هستیم. امیدوار خداوند متعال است به کلمش از ما قبول بفرمایید انشاءالله. بله بسیار عالی، بسیار عالی استاد عزیز. بعد استاد شما کشورهای عربی هم سفر کردید، آیا مصر هم سفر کردید؟ شما اونجا تلاوت داشتین یا خیر؟ مصر من سفر نکردم، البته دو مرتبه قرار بود که برم مصر، ولی به دلال روابط خاصی که ما با کشور مصر از نظر سیاسی داریم خب طبیعتاً امکانش نیست فعلا ما به مصر بریم. حالا امیدوارم انشاءالله این مهیاش. استاد یه سوال دیگه هم هست، میگن جهت فصاحت تجوید از کدام قاری مصری گوش دهیم؟ این یک سوال. و سوال بعدی از استاد بپرسید کدام تلاوتشون برای شروع تقلید از خودشون مناسبه. خواهش میکنم. خواهش میکنم که در مورد فصاحت، فصاحت یک چیزیه که باید حتما نزد استاد باشه. حالا تلاوت گوش کردن هم تأثیر داره بی تأثیر، ولی یک استاد خوب میتونه راهنمای خوبی داشته باشه. در مورد این که چه تلاوتی رو از حقیر تقلید کنم فرقی نمیکنه، ولی تلاوت هایی که اساسا یک کمی ساده تر باشه و مدت تلاوت کوتاه‌تر باشه که برداشت کافی بشه از تلاوت داشت و برای تمرین و برای ارائه دادن در یک محفل قرآنی مناسب باشه فکر میکنم تأثیر بذاره. دستتون درد نکنه. ممنونم استاد. در خدمتم. استاد یه سوال دیگه هم برنامه دارید؟ یه سوال استاد صابری عزیز. البته با معذرت استاد، شما قرای افغانی را اصلا تلاوتایش را گوش کردیم؟ آیا شما همون جایگاه تلاوت یه قرای بینالی افغانستان را به چی سطحی میدانید میبینید؟ من قراء افغانستان رو خیلی احترام برشون قائلم و آینده خوبی برای کشور افغانستان و قراء افغانستان میبینم. این یک نکته. نکته دیگه که باید عرض کنم لازمه که بدونید استاد حقیر و استاد پدر من و استاد برادر من هاشمی استاد فرقانی بودن رحمت الله که به گردن ما حق داشتن و ایشون هر چی دارم به برکت وجود ایشونه و خیلی چیزا یاد گرفتم و قراء زیادی در اون موقع در جلسات ایشون شرکت میکردن که الان الحمدلله به یک رشدی رسیدن و الان قرآن رو تلاوت میکنن خیلی زیبا. ولی آینده قرآن کشور افغانستان این نیست، خیلی روش خواهد کرد و به زودی زود این رو خواهیم دید.
انشالله استاد در قرای عجمی شما کیو دوست دارید اگه بخواید گوش کنید؟ یعنی مثلا بگید کلمات شیرینی، حالا خودتون اگه وقت داشته باشید بگید به جز خودتون از قرای عجمی کیو دوست دارید گوش کنید؟ آره که بگم من اکثر قرآن رو در شبکه قرآن یا این فضاهای مجازی میشنوم و گوش میدم و هر کدوم هر گل یک بویی داره. نمیشه یک تلاوت رو مثلا خاص کرد بگیم جدا کرد. همه این اساتیدی که الحمدلله دارن تلاوت میکنن و میشنویم خیلی لذت میبریم. حالا قاری خاصی رو شاید به ذهنم اینجوری نه، ولی همه اساتید رو دوست دارم و گوش میدم و آرزو موفقیت و تعالی تلاوتشون هستم. عرصه بینیدونم استاد. یه سوال دیگه میگن برای تقویت صدای بم باید چی عمل انجام بدیم و یک طریقه خوبی برامون نشون بدید؟ هیچ راهی نداره. صدای هر کسی صداشه و اثر انگشتشه و حالا به نسبت با تمرین مناسب تغییراتی در صوت ایجاد میشه و این توصیه رو هم به قراء عزیز میکنم. سعی نکنن خودشون نباشن، سعی کنن خودشون باشن. سعی نکنن مثلا یک حالتایی میبینیم در این تلاوت ایجاد میکنن، سر رو اینجوری میکنن یا سر رو بالا میگیرن اینجوری میکنن که یا اوج بیشتر بکنن. نه، اولا که سعی کنن خود واقعیشون باشه، ولی آنچه که کمک بهشون میکنه تقلید و تمرین و تمرین و تمرین. این تمرین باعث میشه تمرین درست و صحیح که صدا گرم بشه، یواش یواش پرداری توسط و اوج و انتقال اینها، این میتونه صدا رو پخته تر کنه و بسازه. مثلا من یه سوال آخرم بپرسم. بله. الان فکر میکنم بعد از این مدتی که حالا شما اومد، فکر کنم از اون موقع که من یادم از حالا میگستان مرکزی که ما خدمت رسیدیم شاید 15 سال میگذره و شما خیلی پخته، اما قوی بودید الان قوی میکنید و ولی در چهره بینمالی تلاعات ایران هم هستید. به نظر میاد اولا که جامعه قرآنی ایران یه مقدار اون بقایی که باید به شما بده به شکل گفتمانی نداده و حالا این گفت شما هم دیگه نمیرید تو این جمعه، مثلا ما تو جلسات شما رو نمیبینیم یا در همین شما صحبت میکنیم، صحبت شما خیلی ارزنده است و من تو فضای مجازی فیسبوک میرم از اندرویدی طرف این هم بینست حامد شاکنه داد بعد مثل حامد میخونه. بعد الان همین جلسه که استاد احمد ابوالقاسم استاد شامی گذاشتن از 10 تا سوال 5 تاش میگفت که آقا حامد چیه، نظر شما راجع به حامد چیه؟ حالا سوال اینه که چرا دسترسی به حامد؟ من خود من دوستم شخصا آداد ما با آقای حیدری هم که رفیق شما هست، ما فامیل هم هستیم از تفریح شدیم، منظور که چرا دسترسی به حامد یه ذره سخت شده؟ حالا خیلی سوال بخوره. حالا مطلب شما متینه و من ممنونم از لطفتون، ولی نمیدونم حالا اینکه دسترسی به حامد سخته یعنی. من در خدمت مردم هستم، محافل مختلف میرم و حضور پیدا میکنم و دوستان قرآن هستن. حالا منظورتون متوجه نمیشم، اینکه دوست دارن اگه ده علاقه مندان حقیر رو ببینن نمیتونن ببینن، که من بعید میدونم این باشه، ولی اگر منظور دیگه ای دارید فکر میکنم شفافتر اگر بگید. من مثلا در جلسات که حالا بقیه اصولی بکنم یعنی آما آمده بیا که خود جلسات هم بتونم بچه ها ببینم، اگر تو شما سرم خیلی فروغ و محافلتون بسیار زیاده جلسه آموزشی که داشتید خیلی مفید بود که حالا تو تهران هم نزد. ببینید یک کمی سخت پاسخ دادن به این، شاید باعث ناراحتی جمعی بشه، ولی ببینید نکته اولی که باید عرض کنم، جلسه من داشتم. جلسه رو چرا داشتم؟ من حقیقتا وقتم بسیار کمه، فرصتی ندارم، یعنی برای این که یک تنظیم رو کنم که من در روزای به حساب شنبه و فهم میکنم یک شنبه جلساتی داشتم در مشهد و تهران، خب این لازمه که من بخشی از برنامه هامو کنسل کنم. یک سفر خارجی میخواستم برم دو سه روزه، باید طوری تنظیم میکردم که روز دوشنبه باشه و سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و حتما جمعه باشم که در جلسه یک شنبه بتونم حضور پیدا کنم، در جلسه شنبه بتونم حضور پیدا کنم. این نکته. ولی متاسفانه یک عده قرآن
و قرای بزرگ کشور و کسانی که علاقمند به تعالی در تلاوت بودن، من به درخواست اینها جلسه قرآن رو گذاشتم. اینها از من خواستن که من جلسه بذارم، اینها دعوت کردن که جلسه بذارید ما بیاییم علوم قرآن رو فرا بگیریم. حالا آنچه که در حد و بضاعت امیر هست که من قابل نیستم به لطف این عزیزان بوده به من، ولی وقتی که من جلسه رو گذاشتم مثل کوفه شد که دعوتی برای امام حسین فرستادن و اون اتفاقات افتاد و من دیدم افرادی که در جلسه حامل شاکر نجات حضور پیدا میکنن قرآن حرفی قرآن نیستن، عزیزانی هستن که تو سطح پایینن که این کار من و افرادی تو سطح پایین تر هم میتونن به این آموزش بدن. کسی که میامد تو جلسه من لازم بود تو یک سطحی از بالا از تلاوت باشه که من به این آموزش بدم، ولی میدیدم که یک تلاوت خیلی ساده حتی چه بسا غلط عبارتی و خونه که من غلط عبارتی رو میگم. این به نظر من وفا بود به هم حقیر و هم به جلسه قرآن به وقتی که میذاشتیم. از این جهت بود که جلسه تعطیل شد. این یه مورد. نکته بعدی اینکه شما میفرمایید که حضور در جلسات، من حقیقتا دوست دارم در بعضی از جلسات حضور پیدا کنم، ولی اینقدر درگیر برنامه هستم واقعا بعضی وقتا من خونه آدم رو نمیبینم. همسر ما شاید در طول سال 8 ماه من در سفر باشم، 4 ماه هم پراکنده، 8 ماه که کلن نیستیم. در مثلا من همین ایام قبل از این ویروس کرونا بیاد همین مارمزون نرسیده بود، من شاید اولوش 2 ماه و 2 ماه و نیم در سفر بودم، رفتم که 2-3 روزه برگردم. دائم این در وقتی که برمیگردم سعی میکنم یک وقتی رو برای خانواده، چون این توصیه رو میکنم به عزیزانی که بالاخره دارن صدای منو میشنون، بالاخره ما علارغم اینکه مباحث قرآنی رو پیگیری میکنیم، مباحث خانوادگی هم یک ارزش خیلی مهمه، باید به این هم اهمیت داد و ارزش قائل شد. اینه که سعی میکنم این وقت کوتاهی که در تهران در منزل هستم برای خانواده وقت بذارم و پیگیر این مباحث هم باشم. ولی باز هم فکر میکنم شما اون جواب دقیق رو نگرفتید، به خاطر که من حیام میکنم بعض از نقاط رو عرض کنم. استاد من این بپرسم من جواب گرفتم، بازم مخلصم مده شاکر نجات یه اسطوره است، شاید الان کسی قدرش ندونه، ولی من شخصا حالا من تو فضای علمی هم تلوات فاصل دارم، ولی من مطمئنم به شما قدر درست در ایران قدرش به شما کمتر نسته شده و شما شخصا میپره بودین. یادتون به شما 19 سال پیش به شما زنگ زدم دو تا خدمتی من تو حرام شما رو دیدم. خواهش میکنم. اگر این تا بیفته باز من از سمت شما که این ارتباطه یه خورده با همه، یعنی شما تلاوتتون به یک سمت باشه، بحث آموزشی، بس یه زن حامد آقا چی فکر کنه، چون حامد نخبه تلاوته، فقط قاری نیست، برای شخصی هست که تاثیرگذار بوده، چهره بینمادی هست و گوش میکنه و این آدم میتونه خیلی موثر باشه. کاش حالا ما که اصلا ایران هم نیستیم، ما رو استرالی هستیم، یه اتفاق بیفته و حامد رو بیشتر داشته استرالی شه، ما این آرزون هست این اتفاق بیفته. من با افتخار در خدمتم، خدا میدونه آرزوی قلبیم اینه که بتونم خدمت کنم، جوانان و جوانهایی رو میبینم استعداد دارن، سعی میکنم با ایشون ارتباط بگیرم، ولی متاسفانه یک بحث آموزشی در کشور میام میگم آقا بیایم یک کار ملی انجام بدیم، استعدادها رو پیدا کنیم، سری میگن آقا 1000 نفر قاری رو پیدا کردیم، اینا رو بیایم تحت فلان بذاریم توی جلسه فلان بکنم، بابا راه آموزش این نیست. من احمد شاکر نجات این رو میدونم، حفظم، من کننده این کارم، نه بلافاصله به قول بنده خدا آب باشی کار میکنم و نمیذارم به اون جایی که ما میخوایم برسیم. یک دفعه قرآن رو تربیت میکنم، دو تا سوره کوچیکم یاد میگیرم و صداشو که صدای منو داریم؟ یک لحظه قطع شد استاد، ببخشید. آره تصاویر رو اگه من تصویر شما رو ندارم. ما تصویرتون رو داریم. آره ما دوست داریم افراد رو پیدا کنیم، نه 1000 نفر
نه 500 نفر، نه 100 نفر، نه 50 نفر. من عقیده دارم تو این کشور باید و کشورهای از این قبیل که استفاده هستن 5 نفر رو پیدا کرد، واقعا تربیت کرد و اینها رو آیندهشون رو ساخت و دغدغه‌هاشون رو برطرف کرد. نگران مباحث روزمره نباشن. الان حامد شاکر نژاد که تو این سطح از سلامتی، حالا به لطف عزیزان که حامد شاکر نژاد در این جا قرار داره و سلامت میکنه با عنایت الهی لطف خداوند متعال، دغدغه داره، یعنی علاوه بر اینکه حرفه‌ای داره کار میکنه، خیلی مباحثش حل شده نیست. این خیلی مهمه. و خب ببینید وقتی در کشور فرامد شاکر نیاد، تو یک امامزاده باش، ازش توقع داشته باشیم افکارش افکار یک معصوم باشه، افکارش یک افکار یک انسان عارف باشه. طبیعتا افکار مادی داره، فکر میکنه مثلا اگه امروز من وقت بذارم وقت برم فلان کار نظرم و فردا تو باقا نباشم، فلان کار رو نکنم، از نظر مادی این کار رو نکنم، این قرآن مباحث من رو تأمین میکنه که بتونم روش پیدا کنم، دغدغه‌ای نداشته باشم در زندگی و فقط و فقط اینا. خیلی مباحث زنجیروار به هم متصله که انشاءالله در جلسات بعدی اگر فرصت بود حتما صحبت میکنم. ولی ما انتظارمون خیلی بیشتر از اینه. در کشور خود ما اگر شخص واقعا اینو دقیق عرض میکنم، شخص رهبری معظم نباشن، واقعا همینقدر هم شاید حمایت از قرآن و قاری قرآن نشه. من وقتی که خدمت ایشون میرسم دو کلمه خدمتشون عرض میکنم، ایشون هم نکاتی رو میفهمن و به حله میبرم، این باز انرژی در من ایجاد میشه و میگم نه، ما دیده میشیم، ما میتونیم به این راه ادامه بدیم و میتونیم مثمر ثمر باشیم. در خدمتم. ممنونم استاد. الان همین پیج اینستاگرامتون رو من دارم میخونم، تقریبا در 12 تا کشور شما را دارن همین الان میبینن، از کشور روسیه، سوئیس، آلمان، از تاجکستان، افغانستان، از ایران که دیگه همشون به تقریبا بگم 90% از ایران، از ایران هستن و میگم بیننده های دیگه هم هستن. و یه سوال دیگه هم اینجا گفتن، استاد اگر میتونن کلاس تو هر یک تو هر یک شهرستان یک بار کلاس بذارن، حالا اینم فکر کنم تو این درد سرای شما اضافه شد، باید الان دیگه کلا وقتتون رو بذارید. حالا من شاید به این نکته که شما فرمودید کلاس بذارن در هر استان، شاید در این قالب کلاس نذاشته باشیم، ولی من در استانهای مختلف که حضور پیدا میکنم معمولا قرآن حضور پیدا میکنم و سوالاتی رو مطرح میکنم، شاید قالب کلاسی نذاشته باشه و معمولا دست از قرآن جمع میشن و سوالاتی رو در مورد تلاوت میپرسن و من نکاتی رو عرض میکنم که شاید خود همین در قالب یک کلاس باشه یک کسی دست بزنه. آجو استاد، پس ما برای جلسه آینده فقط اگه اشکال نداره ما رو توی تلاوت معنا محور اگه اشکال نداره شما مثلا یه سری مثال برای مخاطبین ما بگید. آقا مصطفی من عرض سوالی بود، من تا حالا به این موضوع در فضای مجازی حضور داشتم نه صحبت کردم و این سوالات چالشی شما رو من برای اولین باره که دارم پاسخ میدم و این قول رو میدم خیلی ها گله میکنن این پیجام که شما میفرمایید حامد شاکر نژاد، هیچ کدوم از این پیجام متعلق به حقیر نیست، یعنی علاقه من دارن، یعنی دوست دارم به ساحت مقدس قرآن، من میشتم از اطرافیان که دارن کار میکنن و ولی این قول رو میدم حتما خودم در فضای مجازی حضور مختصری داشته باشم که ارتباطی باشه از طریق فضای مجازی با علاقمندان به قرآن و ارتباط سازنده تری با حضرت عالی و عزیزان و جمعهای قرآنی در کشور و خارج از کشور داشته باشم. استاد پس از شما انشاءالله قول میگیریم دیگه سیدنی هم شما رو ببینیم. انشاءالله.
انشالله ما آرزومونه که انشالله شما رو از نزدیک همینجا ببینیم استاد. انشالله آره با امید خدا. شما وظیفه خطیری دارید، واقعا عنایت دارید. ما میگم دیگه انقدر سعی کردیم که یه جور شما رو دعوت بکنیم، میخواستیم اینجا دعوت بکنیم توی استرالیا بیاید، اما متاسفانه با این اوضای کرونایی دیگه نشد. الحمدلله همین که تونستیم با شما ارتباط برقرار بکنیم و تونستیم که از شما قول بگیریم و زحمت کشیدید لبیک گفتید به این صحبتهایی که ما با هم دیگه انجام دادیم، الحمدلله شما رو از نزدیک دیدیم. بازم دستتون درد نکنه، متشکر. زنده باشید، موفق باشید، شما همچنین سلامت باشید، زنده باشید. ایشون همون آقا تقیه که جلسه ما اومدن در تهران. بله شما خوب شدی، بزرگ بودی، جسمت آره روحن بزرگ بودی، ولی جالب بود. در پیشرفت خوب شد، اگر میگفت زودتر میگفتی من گفتم چهره ایشون آشناست، ولی اون نیست که من خدا شد. آره ایشون در جلسه ما حضور پیدا کرده بودن، نه اطلاعات خوب بود، لذت بردیم. این استعداد رو داره از نظر صوتی که قاری خوبی بشه ایشون، و حتما بیشتر در مورد اطلاعاتش صحبت خواهیم کرد. منتها اینکه در یک ارتباط لایو بخوایم بیشتر صحبت کنیم شاید امکانش نباشه، خصوصا برای بینندگان عزیز، ولی ایشون وسیله ارتباطی با ما رو فکر بکنم دارن که اطلاعاتشون رو بفرستن، ما هم در فرصت مختلف اطلاعاتشون رو بشنویم، نکاتی رو دقیق‌تر عرض کنیم. حتما توصیه های دقیقه هم در رابطه با تقلیدشون هم نکات اطلاعاتشون عرض خواهم کرد. ممنون استاد، زنده باشید. خدا حافظ. Not yet. Not after. Not after. No, it's going to go.